لو رفتن عکسای فتوشاپی طلا گلزار، لیلا فروهر و بقیه هنرمندا توی جشن تولد ابی و ضایع کردن همشون توسط ابی و همسرش و لایو جنجالی دنیا جهان بخت قبل از زایمان و صحبت‌های پویان مختاری در این مورد که مردم برای شماره کارت الکی نفرستن چون به کسی پول نمیده. آقا پر دایرکت من شده شماره کارت و شماره شبا و عکس کارت بانکی بانک کشاورزی و بانک سپه و بانک مسکن. آقا چیه داستان؟ من نمیفهمم. اگه داستانی از پول میدن بگید ما هم بفرستیم شماره کارتمونو. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خب همونطور که میدونید همین چند روز پیش تولد ابی بود. هنرمندا و افراد معروف زیادی هم به این جشن تولد رفتن و هی زرت و زرت از خودشون عکس منتشر کردن و اما نکته جالب ماجرا این بود که افرادی مثل طلا گلزار عکسای خیلی قشنگی از خودشون با کمری باریک و صورتی زیبا منتشر میکردن، ولی بعد از یه روز ابی و همسرش اومدن و یه حرکت انتحاری زدن و عکسای بدون دستکاری شده این افراد رو توی پیجشون گذاشتن و قشنگ ماجرا لو رفت که این افراد چقدر عکساشون رو با فتوشاپ درست میکنن و بعد منتشر میکنن. خلاصه مخاطبا حسابی این ماجرا رو مسخره کردن و توی کامنت ها فوش رو کشیدن به طلا گلزار. مثلا خدایی این دوتا عکس رو با هم مقایسه کنین. آخه دیوز فتوشاپ هم میکنی یکم تعادل رو رعایت کن. جالب اینه که این افراد کل پیجشون با این عکس ها پره و مردم فکر میکنن این افراد واقعا قشنگن، ولی خب گاهی وقتا اینجوری همه چی لو میره. و اما بعد از طلا گلزار نوبت به لیلا فروهر رسید. البته این بنده خدا دیگه سنی ازش گذشته، ولی خب عکسای توی پیجش با عکسی که ابی منتشر کرد زمین تا آسمون با هم فرق میکردن. خلاصه به نظرم یکی باید بره و هر چه سریعتر گوشی رو از دست ابی بگیره، چون همین جوری پیش بره معلوم میشه که همه فتوشاپین و امیدواری خیلی از جوانای مملکتمون از بین میره. بله ما نمیذاریم. و اما یکی دیگه از سلطان‌های استفاده از فیلتر و لوازم آرایش و فتوشاپ کسی نیست جز دنیا جهان بخت. قبلا چند بار صورت بدون فیلتر دنیا جهان بخت لو رفته بود، ولی اون پرروتر از این حرفاسو به کار خودش ادامه میده. دنیا به تازگی صحبتایی رو هم قبل از زایمانش داشته که بهتره ببینیم. مگه چقدر زشتی که با این همه آرایش و عمل فیلتر هم میذاری؟ خیلی زشتم. انرژی منفی، انرژی منفی سر صبح، سر ظهر. بعضیا واقعا انقدر نمیدونم، شاید خیلی مشکلات دارن، شاید من درکشون میکنم. ایشالا که مشکلاتشون حل شه. و این کسی واقعا بچه ها فرقی نمیکنه دختر و پسر، ولی من و مهراد دوست داشتیم که اولین بچه همون پسر باشه، یه دخترم ایشالا خدا بیاره. حالا احتمالش زیاده که بخوایم یه دخترم داشته باشیم، ولی ممکنه که اون بعدی هم پسر شه. موقع باید چی کار کنیم؟ باید دوباره اقدام کنیم دوباره پسر شه، سه تا پسر. هیچی دیگه نمیدونم والا. یه دونه بسته به نظرتون یا دوباره شکمم؟ فعلا تو این وضعیت شکم خاصی ندارم همچنان. شکمم این شلوار جین مال وقتی بود که خیلی چاق بودم، الان دوباره پوشیدمش. شکمم انقدر دیگه این شکلیه فعلا. آیفونم که آپدیت جدیدش گوشیم دوباره تاریک شد. جلو موهات سفید رنگش کردی؟ نه بابا من موهامو فکر کنم 8 ماه 9 ماه رنگ نکردم. آخر مار که رنگ کردم وقتی مهراد اومده بود. الانم هی میخوام رنگ کنم میگن نمیشه چون حامله، موهاتو رنگ کنی. ناخونام میخوام درست کنم میگم نمیشه. نمیدونم بچه که میتونم ناخونام درست کنم. کارشناسان عزیز بدون تیتاب بخورم.
آره میدونم نباید شلوار جین بپوشم، ولی شلوار جینم خیلی گشاده. اوکیه. آها گردن بندم و چقدر نور بده بهتون نشون بدم، بایستید فعلا گوشیم تاریک شده. تبلیغات رایگان برای تیتاب سالمی چه خیلی بیشه. آره بعضی از کامنت ها چقدر زشته، چقدر دروغگوه، چقدر دروغ میگه فالوور بگیره، حامله نیست، چقدر شکمش کوچیکه. وای البته عادی شده باسم، ولی نمیدونم چرا اینجوری هم واقعا خودشون خیلی زشتن. خیلی بیادبی. خب من پس چی بگم به بعضیا؟ اگه من بیادبم 10-11 ساله که این کامنت های زشت رو میخونم، چی اونا چی هم پس؟ اینم بگم حدود شاید بگم 95% دایرکت ها همه خیلی مثبت، همه آرزوی موفقیت و سلامتی کردم واسه نینی. بله و اما یکی دیگه از حاشیه‌های چند روز اخیر صحبت‌های پویان مختاری بود. گویا وقتی که برخی از مردم فیلم‌های عشق و حال پویان مختاری رو می‌بینن، ازش درخواست کمک می‌کنن و میگن که تو که اینقدر پول داری یکم به ما کمک کن و برای شماره کارت می‌فرستن، که پویانم اومده و گفته که برای شماره کارت نفرستن که از این خبرا نیست. دوستان عزیز سلام، چطورید؟ آقا پر دایرکت من شده شماره کارت و شماره شبا و عکس کارت بانکی بانک کشاورزی و بانک سپه و بانک مسکن. آقا چیه داستان؟ من نمیفهمم. اگه داستانی از پول میدن بگید ما بفرستیم شماره کارتمونو. داستان خاصیه، اگه جای پول میدن کسی گفته جای پول میدن ما هم شماره کارت بفرستیم داداش. عجب. بله اینم از صحبتهای پویان مختاری. حالا نظر شما در این مورد و همچنین صحبت‌های دنیا و عکس‌های فتوشاپی که ابی لودا چیه؟ فکر می‌کنید این افراد از نزدیکم قشنگن یا نه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برامون بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دومم ساب کنید که توش کلی ویدیوی کاملا متفاوت با اینجا آپلود می‌کنم. پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شید و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.